جناب آقای جیمی دلشاد روی خط هستن. آقا سلام بر شما. سلام از من. حال شما چطوره؟ ما زیاد خوب نیستیم جناب دلشاد عزیز. حال شما چطوره؟ یکی از بهترین دوستان آقای شادروان بیژن پاکزاد هستید شما. من سوالی که از شما دارم، اول از هر چیزی شخصا و رسما و محترمانه به شما و خانواده محترمتون تسلیت عرض میکنم و خیلی ممنونم که دعوت منو پذیرفتید. و شما حالتون چطوره جناب دلشاد عزیزم؟ اولا تشکر میکنم از تسلیت جون. دوما نمیدونم چی بگم، انقدر دیگه قلبم دلشاد نیست. چند روز دیگه واقعا انقدر غمگین شدم، انقدر ناراحت شدم، انقدر شاک شدم که نمیدونم چی بگم و چطوری کارو انجام بدم و کجا چی بگم. از بس ناراحتم، خودم فامیلم. این آقای بیژن یه شخص معمولی نبود، یه شخص اکستراوردینری بود که از تمام از لایف بزرگتر بود، از همه از زندگی بزرگتر بود. من آقای دلشاد عزیز، حالا که شما رو روی خط داریم، اگر اجازه بدید میخوام یک دوره‌ای با هم بکنیم که دوستی شما از کجا با آقای پاکزاد عزیز شروع شد و یه مقداری راجع به خاطراتتون برای ما تعریف بکنید، بسیار خوشحال میشیم. اونجایی که به یادم میاد، البته من آقای پاکزاد بیژن رو همیشه روی بیلبوردها دیده بودم، همه جا دیده بودم و خیلی دلم میخواست که از نزدیک باشون دوست بشم. اما در حدود 10 سال پیش بود که من تصمیم گرفتم که برای انجمن شهرداری ببل هیل جام بکنم و ازشون دعوت کردم که اگه میتونن تشریف بیارم خونه من. یه عده کوچیکی جمع کرده بودم که ازشون سوال بکنم که ببینم میتونن پشتیبانی منو بکنن و کمک بکنن که همچین اتفاق بیفته، چون اون موقع هیچ از ایرانی ها موفق نشد بودن که یک الیکشن رو ببرن. و از این لحاظ وقتی دعوتشون کردم و خیلی واقعا تعجب کردم وقتی که وارد خونه من شدم، گفتم که من دعوت رو کردم و نمیدونستم میاید. گفت که نه، من راجب تو شنیدم، خیلی خوشحالم که همین کاری میخوای بکنی، این فداکاری بزرگی داری میکنی، همه بیزنس رو بذاری کنار، منم میخوام هر جوری باشه به تو کمک بکنم. از اون موقع از تو خونه من اون شب شروع شد، با هم دوست شدیم و هر دفعه که دیدم بیشتر نزدیکتر شدیم. کارهایی که میکرد من خیلی خوشم میومد و همیشه پیشنهاد میکردم که شما آیکان ببلی هیلز هستید. گفتم قبل از این که رودیو درایب معروف بشه، شما رودیو درایب رو معروف کردید، بدون شما نمیشد. و واقعا راستشو میگم، وقتی که 38 سال پیش این جا رو باز کردم توی رودیو درایب، اشخاص خیلی معروف اونجا نبودم، خیلی کم بودم و همچین جایی باز کنن و بنویسن که با اپوینتمنت اونلی. مردم میخندیدن اون موقع که یک نفر بیاد مغازه باز کنه و بگه اگه میخواید از من بخرید باید اپوینتمنت بگیرید. اما از بس پشت کار داشت ادامه داد و کاملا موفق شد و این یکی از کارهایی بود که کرد که شد رودیو درایو خیلی معروف بکنه و شهر ببلیز و چون مردم می اومدن عکس بگیرن از مغازه که میگه باید اپوینتمنت بگیرید و از ماشیناش و از خودش و اینا، و همیشه هم حاضر بود و مردم سلام احوال پرسی بکنه. بله. از این با خیلی نزدیک شدیم با هم. من در جاهای مختلف شما رو دیدم آقای پاکزاد، شما رو به عنوان یک دوست هم قبول داشتن هم دوست داشتن و در چند جای مختلف که من میدیدم همیشه شما با هم بودید و همیشه هوای شما رو داشتن. حتی یادمه وقتی که مجبور میشدن که از هم جدا بشید،